خب تشکر میکنم از آقای ار. سوال بعدی رو آقای خاتین اغلو میپرسند. خواهش میکنم که سوالتون رو کوتاه بپرسید تا به بقیه خبرنگارانی که در این میزگرد مجازی حضور دارن هم زمان برسه. بفرمایید آقای خاتین اغلو. بله آقای ایر، شما در فاصله های سالهای 2006 تا 2009 در سفارت امریکا در باکو بودین. خیلی از بازدیدکنندگان ما ایمیل فرستاده بودند و یکی از این سوال ها این بود که آیا روابط رو به گسترش ارمنستان و ایران در شرایط تحریم خصوصا در زمینه نظامی باعث نگرانی امریکا نیست و اینکه آیا نگرانی‌ها درباره اراضی اشغالی آذربایجان که هم‌اکنون بدون نظارت مونده و میتونه به عنوان یک کریدر برای قاچاق مواد مخدر از ایران به غرب همچنین قاچاق تجهیزات هسته‌ای یا نظامی به ایران بشه وجود داره یا نه؟ صدای شما کمی قطع و وصل شده ولی من فکر می‌کنم که منظور تو فهمیدم. اجازه بدین من جواب بدم. ما خواستار آنیم که دولت ایران با کشورهای همجوار روابط سازنده و مثبتی داشته باشند. یعنی ایران بالقوه میتونه یک رول مثبتی ایفا کنه در تقویت صلح و ثبات در منطقه و در دنیا. قبلا همه ما که میدونیم در گذشته به مرتب ایران این کارو کردن در دورانهای مختلف، ولی قصد ایران باید این بشه که برای ترویج و تقویت صلح و ثبات تلاش کنند، نه برای ثبات زدایی، نه برای تضعیف ثبات و صلح و شکوفایی در منطقه. یعنی مرسی آقای، تشکر میکنم آقای، چون زمان ما کمه خیلی معذرت میخوام از شما. اختیار دارید. آقای بغرادی بفرمایید سوالتون رو. آقای ایر، میخواستم بپرسم رویکرد آمریکا رو در قبال اپوزیسیون ایران. در دوران اوج اعتراضات جنبش سبز آقای اوباما به طور مشخص گفتش که سیاستش مبنی بر دخالت در امور داخلی ایران نیستش و نمیخواد که به طور مشخص حمایت یا دخالتی بکنه، ولی بعد در جریان تحولات بهار عربی دیدیم که در کشورهای عربی دولت آمریکا به شکل‌های مختلف از اپوزیسیون این کشورها دفاع کرد، حتی تا اونجایی که در مسئله لیبی با حمایت ناتو حتی حمله نظامی کردن به اون کشور. میخواستم ببینم این رویکردهای متفاوت آمریکا نسبت به اپوزیسیون‌ها در کشورهای خاورمیانه به چه صورت شکل میگیره و به چه دلیل هستش اساساً. آیا رویکرد آمریکا در حال حاضر نسبت به اپوزیسیون ایران هم همونیه که اون موقع بود؟ سوال خوبیه. سال پیش رئیس جمهور اوباما سخنرانی مشهور و خیلی جالبی داد، ایراد کرده در مورد اصول آمریکا در سیاست خاورمیانه‌اش و ایشون فرمودن که ما یعنی ارکان اصلی و اصولی ما در سیاست خاورمیانه ماست عبارت از مخالفت با خشونت، حمایت از حقوق بشر مردم منطقه و ترویج اصلاحات سیاسی و اقتصادی. یعنی ما از اشخاص، از احزاب خاص حمایت نمی کنیم، ما از اصول حمایت می کنیم و از مردم ایران مثل مردم همه دنیا، مردم منطقه حق برخورداری از حقوق حق خودشون رو داره، مثل آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی مطبوعات و ما از در کنار مردم ایران در این مورد حمایت می کنیم. آقای ایر، ولی مسئله اینه که تفاوت عمده‌ای که در مصر و ایران مثلا احساس شد، یک جای دولت آمریکا احساس کرد که باید از حسنی مبارک بخواد که کنارگیری بکنه از مقام خودش، در لیبی وارد اقدام نظامی شد، در کشورهای دیگه متفاوت بود، در تونس به شکلی، در ایران شاید کمرنگ ترین حمایت آمریکا از اپوزیسیون این کشور رو مشاهده بودیم. به چه دلیل این تفاوت؟ ببین بگید، من اصل مطلب این است، همون جوری که عرض کردم حضورتون، یعنی سیاست ما، موضع ما اصولیه، ولی همونجوری که خانم کلینتون سال پیش اظهار کردن به کاربرد این سیاست متفاوته، چون وضعیت هر کشور منحصر به فرد است و ما باید نسبت به وضعیت هر کشور با همپیمانانمون، با جامعه جهانی مشورت کنیم. پس 100% واکنش ما نسبت به مثلا لیبی تفاوت داره از مثلا سوریه. اصول که یکسان است
ولی به کارگیری این اصول ممکنه متفاوت باشد. مرسی آقای ایر. من میخوام که آخرین سوال رو هم دوست عزیز من امید معماریان هم بپرسه. امید جان، ما یه چیزی حدود کمتر از 4 دقیقه وقت داریم، اگر سوالتو کوتاه بپرسی ممنون میشم ازت. من میخوام ادامه بدم با سوال نیوشا و آقای ایر. در مورد اصول آمریکا صحبت کردن و حمایتشون از کشورهایی مثل ایران و اینها، ولی من خواستم بپرسم که تجربه نشون داده واقعیت این هستش که ایالات متحده استانداردهای دوگانه داره و در این استانداردهای دوگانه بسیار راسخ هستش که در بعضی از کشورها از مسئله حقوق بشر حمایت میکنن و مثل ایران و انتقاد میکنن و در شورای حقوق بشر انتقاد میکنن و لابی میکنن و خیلی هم خوب هستش. ولی مسئله این هستش که مادامی که ایالات متحده این استاندار دوگانه رو داره با کشورهای مختلف، اقتدار اخلاقی این کشور به نظر من کاملا زیر سوال میره و نیت آمریکا برای حمایت کردن از مسئله حقوق بشر زیر سوال میره و تاثیرش از دست میده. سوال من از آقای ایرین هستش که شما، آقای اوباما گفته بودن که من سر کار که بیام میخوام که اقتدار اخلاقی آمریکا رو ارتقا بدم، بیشترش بکنم. شما کی میخوان که به این سیاست دوگانه پایان بدین و تا اینکه به هر حال شاهد باشیم که مردم میتونن باور بیشتری داشته باشن به آرمان‌ها و به هر حال ایده های خوبی که مقامات آمریکا در موردش صحبت میکنن؟ جناب آقای امید، نظر شما محترم، ولی معلوم است که با همه عقیده شما که نیستن. یعنی سیاست ما گزینشی و ابزاری که اصلا نیست، اصولیه. کاربردش که متفاوته، منحصر به عوامل مختلف. ولی همون جوری که پرزیدنت اوباما اظهار کردن، ترویج این حقوق بشر هم به نفع شهروندان شهرهای مختلف است، هم به نفع آمریکاست. یعنی در راستای منافع چیز ملی و عالی کشور آمریکاست که مردم این منطقه از حقوق اصلیشون برخوردار باشند. ولی آقای ایر، آیا برخورد ایران، برخورد آمریکا در مسئله حقوق بشر با نقض حقوق بشر در اسرائیل یا مثلا بحرین آیا یکی هست؟ یعنی شما به همون قدر که روی ایران مثلا فشار میذارید روی مسئله که من میگم به نظرم خیلی خوب هست که این کار انجام میدن، ولی آیا رو کشورهای دیگه هم اینطور میکنید؟ در مورد اسرائیل آیا همین اتفاق میفته یا در بحرین یا کشورهای دیگه مثل عربستان اینها؟ آیا واقعا یکسان برخورد میکنید؟ نه، هدف یکسانه، وسایل که متفاوته. ما که روابط دیپلماتیک نداریم با ایران که میتونیم باشون مشورت کنیم، اونها رو ترویج کنیم که این کار رو دست بردارن. ما با همپیمانمون در منطقه و در دنیا اگر دسترسی داشته باشیم، یعنی به طور حضوری شخصی باشون مشورت میکنیم، در مجامع مختلف با هم کار میکنیم، از این که با از این تیراگی و قطع روابط با ایران، یعنی ابزار ما محدود شده. ولی با این همه ما خیلی چیز تلاش کردیم که مثلا این گزارشگر ویژه حقوق بشر در شورای حقوق بشر در سازمان ملل متحد ایجاد بشه که همین هفته پیش گزارش داد. و نه، یعنی همون جوری که پرزیدنت اوباما فرمودند، ترویج حقوق بشر به نفع آمریکاست و به نفع مردمه و همون جوری اضافه کنم به نفع این حکومت هاست. یعنی این به قول معروف توپ تفنگ مسلسل دیگر اثر ندارد. یعنی سرچشمه مشروعیت هر حکومت از سرکوب کردن چیز سرچشمه نمیگیره، از برآورده کردن مطالبات مشروع مردم خود سرچشمه میگیره. و اگر هر حکومت یک چیز کشور ثابت و شکوفایی میخواد، باید به مردم خود گوش بده و به حقوقشون احترام بگذاره. این تحولات منطقه خاورمیانه به آسونی اینو نشان داده است. خب آقای ایر، من تشکر میکنم از شما. این بود اولین هنگات ما در گوگل پلاس. من هنگاتی شما یک مترادف فارسی باید پیدا کنید به جای هنگات. خب شما که اینقدر ادبیات فارسیتون خوبه آقای ایر، شما باید یه اسمی بالاخره انتخاب میکردیم برای هنگات. ما که من عرض کردم حضورتون پاتوق مجازی. بله، پاتوق مجازی رو آقای ایر پیشنهاد میکنن. حالا باید
نیوشا دوست داری پاتوق مساجی رو مجازی رو؟ پاتوق مجازی بعد گشت و گذار پار پاتوق خوب بود. یا آقا ایر میگه کاریش نمیشه کرد. نه آب که هست تیمون باطله، شما که ایرانی هستیم شما باید تصمیم بگیرید. چی گفتی الان؟ آب که هست تهش باطله؟ نه نه تیمون باطله. من برای من جالب بود که آقای ایر امروز از هیچ ضرور مسئله تا این لحظه استفاده. آره اتفاقا منم دقیقا همین نکته رو می‌خواستم بگم. آقای ایر کجا بود ضرور مسئله؟ گرد افغانی زغوره حلوا سازم. اینو همیشه میگین تو مصاحبهاتون. در اصل من تشکر میکنم از همه شما، اشکالات فنی رو به ما ببخشید. ما این پاتوق مجازی یا گشت و گذار یا هر چیزی رو که در آینده اسمش رو خواهند گذاشت، برای اولین بار در تاریخ اینترنت فارسی بنیانگذاری کردیم. شب شما یا روز شما بخیر. تا هنگات یا پاتوق مجازی دیگر، از همه خبرنگارانی که به ما پیوستن و از آقای آلنر هم تشکر میکنم.